سلام. همه این رو میدونیم که در روز باید 2 الی 3 سهم لبنیات مصرف بکنیم. لبنیاتی که شامل شیر، ماست، پنیر، دوغ، کفیر یا کشک میشه. میخوام بگم که محصولات چرب خاص شیر مثل کره یا خامه و سرشیر سهمی از لبنیات مصرفی روزانه ما ندارن به لحاظ علم تغذیه‌ای. اگر علاقه‌مند هستید که علتش رو به سادگی متوجه بشید، تا آخر این ویدیو با من همراهی کنید. من نسرین معیدنیا هستم، دکترای علوم و صنایع غذایی. مسلماً وقتی که ما در مورد مصرف شیر و لبنیات و اهمیت اون صحبت می‌کنیم، منظورمون این هستش که تمامی ترکیبات مهم و شاخص شیر رو به اندازه لازم و متناسب دریافت داشته باشیم روزانه. و از شاخص‌ترین این ترکیبات هم پروتئین و کلسیم موجود در شیر و لبنیات هست. مسلماً وقتی که ما محصول پرچرب شیری رو مصرف می‌کنیم، به دلیل بالا رفتن محتوای چربی اون، مسلماً درصد پروتئینش پایین اومده. پس ما در همچین محصولاتی پروتئین کمتری داریم. این رو هم در نظر داشته باشید که کلسیم شیر تماماً در بخش غیر چرب اون قرار گرفته. پس وقتی که ما داریم محصول لبنی پرچربی استفاده می‌کنیم، مسلماً محتوای کلسیمی خیلی پایین‌تری خواهد داشت. خب، کالوریزایی چربی شیر رو هم که فراموش نمی کنیم. از طرفی یه سری ویژگی های منفی هم به چربی شیر نسبت داده میشه به خاطر اشباعیت بالای اسیدهای چرب اون که میتونن خاصیت التهاب زایی برای بدن داشته باشن، یا مثلا اسیدهای چرب ترانسی که به مقدار خیلی کم در چربی شیر وجود داره که خب این هم میتونه برای بدنمون مضر باشه. یه سری ترکیبات هورمونی استروئیدی هم در شیر به حالت طبیعی وجود داره که خب این ترکیبات هم بنا به اون ماهیت استروئیدیشون بیشتر در بخش چرب شیر تجمع پیدا میکنن. میخوام بگم که ما این ترکیبات رو در محصولات پرچرب شیری مسلماً بیشتر داریم. خب اگر این موارد گفته شده رو کنار هم دیگه بذاریم، به سادگی میتونیم نتیجه گیری بکنیم که چرا همیشه متخصصین تغذیه توصیه میکنن که ما محصولات لبنی کم چرب مصرف بکنیم و البته محصولات پرچرب شیری مثل کره، خامه یا سرشیر چرا جزء سهم لبنیاتی روزانه ما به حساب نمیان به لحاظ تغذیه‌ای. و البته این موضوع هم ناگفته نمونه که چربی شیر به لحاظ همین علمی که داریم ازش صحبت میکنیم ویژگی ها و خواص مثبتی هم داره. اما اگر درست و به اندازه و متناسب و متعادل ازش استفاده بشه در یک رژیم غذایی صحیح. منظورم اینه که مثلا اگر 2 الی 3 سهم لبنیات از نوع شیر داریم استفاده می‌کنیم در روز، اگر این شیرمون شیر کامل باشه میتونه ایرادی نداشته باشه، در صورتی که ما در این رژیم غذایی متعادل و متناسبمون دریافت چربی روزانمون رو مد نظر قرار داده باشیم. خب من در خصوص این مورد هم در یک ویدیو جداگانه ای صحبت کردم که چنانچه علاقه من باشید میتونید اون رو هم تماشا کنید. امیدوارم مسئله به گفته شده در این ویدیو هم براتون مفید فایده بوده باشه. اگر چنانچه دوست داشتید و این مباحث رو دنبال میکنید، میتونید کانال رو سابسکرایب داشته باشید و با فعال کردن زنگوله کنارش منتظر ویدیوهای بعدیم هم باشید. از اینکه با من همراهی کردید ازتون ممنونم و مثل همیشه برای هممون سلامتی و عشق آرزو میکنم.